سلام دوستای عزیزم، این بهترین و با کیفیت ترین نون برگریه که تا حالا درست کردم. فوق‌العاده خوشقله، راحت و نتیجه بی نهایت عالی داره. فقط به بافت نون توجه کنید، سبک و اسفنجی و فوق‌العاده نرم و خوشمزه است. این خمیر انقدر خوبه که حتی میتونید رولش کنید، به شکل نون ساندویچی بپیچید و بهترین باگت رو باهاش درست کنید. توی این خمیر از تکنیک یودین استفاده میکنیم، یعنی 65 گرم آب کاملا جوش رو با 65 گرم آرد سفید گلوتن بالا مخلوط میکنیم، به هم میزنیم تا یک دست بشن. وقتی آب جوش و آرد کاملا با هم مخلوط شدن، روی ظرف رو با مشمع میپوشونیم و یا درش رو میذاریم و به مدت حداقل 4 ساعت داخل یخچال استراحت میدیم. بعد از 4 ساعت برای درست کردن خمیر اصلی، آرد گلوتن بالا رو با شکر و مایع خمیر فوری مخلوط میکنیم. اگر مایع خمیرتون دونه درشت و معمولی بود، برای فعال شدن همراه با شکر به شیر اضافهش میکنیم. چند دقیقه استراحت میدیم تا روی شیر حالت کف‌گردگی ایجاد بشه و بعد به یودین خنک شده اضافهش میکنین، مخلوط میکنین و ترکیب رو با هم به آرد اضافه میکنید. در واقع یودین خنک شده رو با همه مواد دستور غیر از نمک و کره مخلوط میکنیم، کمی ورز میدیم تا خمیر شکل بگیره و انسجام کافی پیدا کنه. بعد از اینکه خمیرمون شکل گرفت، برای اینکه گلوتن‌های موجود در خمیر گسترش پیدا کنه و بتونیم راحت‌تر ورزش بدیم، به مدت 1 روز با دم بسته در دمای اتاق استراحتش میدیم. بعد از استراحت نمک و کره به دمای محیط رسیده رو به خمیرمون اضافه میکنیم، با هم مخلوط میکنیم به طوری که کره کاملا به خورد خمیر بره و سطح خمیرمون دیگه چرب و براق نباشه. بعد خمیر رو به میز کار منتقل می‌کنیم و با استفاده از تکنیک کوبیدن و روی خودش تا کردن یا همون اسلپ اند فولد خمیر رو ورز می‌دیم. برای ورز به روش اسلپ اند فولد، همونطور که می‌بینید با 2 دست از وسط خمیر وارد می‌شیم، خمیر رو بلند می‌کنیم، روی میز می‌کوبیم و بعد روی خودش تا می‌کنیم. برای ورز این خمیر میتونید از همه روش‌های ورز خمیر چسبناک که تا حالا با هم انجام دادیم استفاده کنید. برای ورز به روش استرچ اند فولد، خمیر رو با 1 دستتون نگه می‌دارید و با فشار کف دست دیگه خمیر رو به جلو هدایت می‌کنید و بعد با حرکت برگشت انگشتا خمیر رو دوباره جمع می‌کنید، 90 درجه می‌چرخونید و دوباره این حرکت رو تکرار میکنید. یک روش دیگه ورز خمیر به این صورته که با 3 انگشت انتهایی گوشه خمیر رو میگیریم، بلند میکنید، روی میز میکوبید و با دست دیگه جمعش میکنید.
ورز خمیر رو تا جایی ادامه میدیم که سطح خمیر کاملا صاف و بدون پارگی بشه و تست پنجره خمیر موفق بشه. تست پنجره یعنی گوشه خمیر رو میگیرین، میکشین، انقدر نازک بشه که رد دستتون از زیرش معلوم باشه ولی خمیر پاره نشه. بعد هم خمیر رو چونه میکنیم و زیر یک ظرف به مدت یک ساعت استراحت میدیم تا حجمش دو برابر بشه و برای چونه کردن از هر کدوم از روش هایی که تا حالا با هم انجام دادیم و باهاش راحتید میتونید استفاده کنید. در اصل توی همه روش های چونه کردن اطراف خمیر رو زیرش جمع میکنیم و اون رو سفت و محکم میبندیم تا هوا و حباب هایی که داخل خمیر ایجاد میشه ازش خارج نشه. بعد از استراحت پف خمیر رو میگیریم و اون رو به چونه های مساوی تقسیم میکنیم. روی چونه ها رو میپوشونیم و به مدت 15 دقیقه در دمای اتاق استراحت میدیم. بعد دوباره پف خمیر رو میگیریم، هر کدوم از قسمت های خمیر رو دوباره چونه میکنیم و با فاصله داخل سینی فر میچینیم. بعد روی هر کدوم از چونه ها با دست یا با وردنه کمی فشار میاریم تا کمی پهن بشن و قطرشون بیشتر بشه. دوباره روی خمیر رو میپوشونیم و در دمای محیط استراحت میدیم تا جایی که حجمش دو برابر بشه. بعد به آرومی با یه قلموی نرم نونها رو رومال میکنیم و با مغز دلخواه تزئین میکنیم. برای رومال هم میتونید از یک تخم مرغ کامل هم زده به همراه کمی وانیل استفاده کنید و یا از ترکیب یک زرده تخم مرغ به همراه یک قاشق چای خوری خامه و یا شیر. بعد هم با دانه ها مغزیجات دلخواه و یا کنجد به مقدار دلخواه نونها رو تزئین میکنیم. بعد داخل فر از قبل گرم شده با دمای 190 درجه سانتیگراد به مدت 20 تا 30 دقیقه میپزیم تا زمانی که روی نونها طلایی و خوش رنگ بشه. یکی از خوشمزه ترین و خوشبافت ترین نون هایی که تا حالا درست کردم. مطمئنم اگر درستش کنید به خودتون افتخار میکنید. امیدوارم همیشه شاد، سلامت و در مسیر پیشرفت باشید.